أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بیگمان خداوند گفته زن را که در مورد شوهر خود با تو بحث می کرد و با خداوند شکوه می نمود شنید و خداوند گفتگوی هر دوی شما را می شنید. بیگمان خداوند شنوا و بیناست. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. آنانی از شما که با زنان خیش زهار می کنند، یعنی زن خود را مادر خیش می خوانند، در واقع ایشان مادرانشان نیستند. مادران ایشان نیستند مگر زنانی که ایشان را زاییدند و بیگمان ایشان سخن ناشایسته و دروغ می گویند و حقا که خداوند بخشایش گر و آمرزگار است. والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کسانی که زنانشان را زهار می کنند و سپس از آنچه گفته اند بر می گردند، مکلفند پیش از آن که با هم بستر شوند برده ای را آزاد سازند. با این حکم کفاره با شما اندرز داده می شود و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاست. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خداوند برای کافران زن نوح و زن لوط را مثال زد. ایشان در قید نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، اما این دو زن در برابر شوهرانشان خیانت کردند. پس هیچ کدام از این دو پیامبر چیزی از عذاب خدا را از ایشان دفع کردن نتوانستند و به ایشان گفته شد با داخل شوندگان به آتش دوزخ داخل شوید. و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و مریم دختر عمران آن که عورت خود را مسئول نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او سخنان پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و از فرمان برداران ما بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و على آله و اصحابه اجمعین و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. برادران محترم، آخر سوره تحریم در آخر سپاری 28 صفحه 562 آیت شریف 11 من تفسیر نمی کنم. درس امروز ما شما اصلا سر زن در آینه قرآن، زن در آینه قرآن، این مطلب ما به خاطر از این اختیار کردم که متاسفانه بسیاری از خواهرای ما و این گله را ما از پیششان داریم.
ایگلر از خواهرای ما داریم که اینا قرآن عظیم الشان خودشان نمیخوانن و تابال ترجمانای زن، ترجمانای قرآن ما بسیار کم داریم و تو زنایی که قرآن ترجمه کرده باشن و یا تفسیر کرده باشن، یک خانم مصری در مصر یک تفسیر میدیدم که یک خانم بوده تفسیر کرده بود و بعضی از زنهای مصری که قرآن ترجمه کردن، لکن ما گله ما از زنهای افغانستان است که شما انگلیسی خواندین، کامپیوتر خواندین، در ساینس بسیار خوب دسترسی دارین، در جغرافیا و در تاریخ استاد شدین، استاد پانتون شدین، استاد مکتب شدین، ژورنالیست، نطاق، هنرمند، هر چیزی که خواستین شوین. ولی شما زنای مسلمان چرا ترجمان قرآن نشدین؟ اگر شدین چرا به قلمتان یک ترجمه قرآن ندارین؟ چرا مفسر قرآن نشدین؟ اگر شدین چرا مقالات ندارین؟ چرا قرآن شناس نشدین؟ و اگر شدین کجاست درستان، کجاست نوشتهتان، کجاست تحقیقتان درباره قرآن شناسی؟ بر ما نشان بدین. ما تقاضای ما زنهای مسلمانی است که اینا خودشان قرآن بخوانن، خودشان قرآن بشناسن، خودشان قرآن شناس شوند، باز ببینند که قرآن بر زن چقدر ارزش میده. اما اگر شما منتظر ازی باشین که مردها براتان بخوانن و تفسیر و تشریح کنن، مردها یک کمک تبعیض جنسی دارن، از این خاطر چیزایی که بدل خودشان است میگن و چیزایی که بدل خودشان نیست نمیگن. خب من امروز خواستم که چیزایی که در قرآن است خدمتتان منعیس یک مقدمه تقدیم بکنم، شما باز خودتان درباره از این تحقیق بکنین. روزی از روزها من قرآن عظیم الشان میخواندم و آیات آخر سوره تحریم که آخرین آیات سپاره 28 است، مرا بسیار به خود گرفت و وقتی که آغاز سوره سپاره 28 را میخواندم که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، شما آغاز سپاره 28 را لطفا بکشین و ایرام که براتون گفتم اینو گم نکنین. شما ببینین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وقت ما این آیه شریفه خواندم، در وقتی که فتنه ها زیاد است و استعمار از زنها استفاده میکنه، در رادیوهایی که در افغانستان است و یا در رادیوهایی که به شکل در جهان نشر میشه، زیادتر غربی ها در او سر و کار دارن، همیشه گفته میشه که نام زن، یادی از زن، حقوق زن در قرآن نیست. ولی من صادقانه وقتی که آیت شریف خواندم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله، به تحقیق شنید الله، چی رو شنید؟ قول، سخن یا سخنان، التی، او خانمی را که. کسایی که عربی میفهمند و حداقل خود زامت میتن که زبان قرآن یاد بگیرن، بر از اونا مشکل نیست. التی در زبان عربی بر مؤنث استعمال میشه، بر مذکر الذی گفته میشه. وقتی که الذی آمد میگیم که این بر مذکر است، اما التی بر مؤنث است. پس اینجا معلوم میشه از این آیت شریف که ولو که هیچ کسی بر ما تفسیر نکرده باشه،
این چیزی که من تفسیر مفسیر نبخوانم، خودم فهمیدم که شنید الله میگه که خداوند شنید سخنان او خانمی را که تجادلو که با تو مجادله میکنه، گفتگو داره، دیالوگ داره، ای پیغمبر خدا، فی زوجه ها در موضوع شوهرش، در موضوع شوهرش، و تشتکی الالله، و این خانم مسلمان و مؤمن است، شکایت به حقوق بشر نمی کنه، شکایت به حقوق زن نمی کنه، شکایت خود به الله می کنه، و تشتکی الالله و شکایت می کنه به الله جل جلاله، شکایت خدا بیان میکنه. والله يسمع تحاوركما، و الله تعالی میشنود محاوره و گفتگو دیالوگ هر دوی شما را. ان الله، به تحقیق الله تعالی سمیع شنواس و بصیر بینا هست. وقتی این آیه قرآن میخوانیم میبینیم که یک زن مظلوم و بیچاره، یک زن مظلوم و یک زن بیچاره که متاثر به عادات و رواجهای عصر جاهلیت شده. در عصر جاهلیت چی قانون بود؟ در عصر جاهلیت قانون بود که اگر یک مرد بر خانم خود میگفت که تو مثل مادرم وارستی، این را زهار میگفتن، به زوی نوشته میشه، زوی هید چشمه الف ری. به حساب قانون جاهلیت قانونش چی بود؟ حکم ازی چی بود؟ ای زن نه طلاق میشه که برای شوهر دیگه بگیره، و نه هم ای زن زن از این گفته می شد برش حلال می بود که امرای از این نرمال مثل یک خانم و شوهر که با هم زندگی می کنن زندگی بکنن. بناهن ای زن به اساس قانون جاهلیت قبل از اسلام ای زن معلق می مان، نه خانم بود و نه هم طلاق شده. این قانون جاهلیت امروز هم حکم فرماست. در بسیاری از کشورها برای مرد حق نمیتن که خانم خود طلاق بکنه، و برش اجازه نمیتن که زن دومی هم بگیره، لکن اجازه میتن که ده معشوقه داشته باشن، با امرایش نکاح نکنن، اما هر رابطه امرایش داشته باشن، از دیدگاه قانون غرب کدام مشکلی نداره. عین قانون جاهلیت قبل.